اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. خدا را سپاسگزارم که در مبارکترین شب سال، در مبارکترین ماه سال، در محفلی روحانی در خدمت شما خواهران و برادران هموطن و همدین قرار دارم. انشاءالله خدا به ما توفیق بدهد بتوانیم وظایف دینیمون رو در این شبها به نحو احسن انجام بدهیم و ذخیره معنوی یک سالمون رو فراهم کنیم. درباره وظایف شب قدر، وظایف معنوی و ایمانی شب قدر نکاتی دارم که انشاءالله در شب سوم، شب 23 عرض خواهم کرد. مطابق روایت معتبره ای، یک بادیه نشین خدمت پیامبر رسید و عرض کرد که من این چیزها رو که در قرآن و شما درباره شب قدر گفته شده شنیدم، اما من فرصت ندارم که هر سه شب رو به محضر شما بیایم. کدامش بیایم که مطمئن باشم یا مطمئن تر باشم شب قدر است؟ و پیامبر شب 23 رو توصیه کردند. بنابراین ما شب 19 رو غیر از شب قدر به احترام مولا علی میاییم. شب 21 رو هم به احترام شب قدر، هم به احترام امیرالمؤمنین، و شب 23 صرفاً به اعتبار شب قدر خواهیم آمد. اگر دوستان فرصت داشتند نکاتی قرآنی و روایی و دینی درباره شب قدر رو در اون شب خدمتتون عرض خواهم کرد. امشب بر عنوان سخن وفادار خواهم موند و صرفاً درباره سیره علوی، زیبایی های سیره علوی با شما سخن خواهم گفت. شبهای گذشته دوستانی که شرف حضور داشتند بردشون رسیده است که مراد از زیبایی جاذبه هاست. در زمان و مکانی زندگی میکنیم که فراوان از زشتی های اسلام سخن گفته شده. حالا این زشتی ها برخیش به واسطه برخی پیروان جاهل اسلام است، برخی هم به خاطر گروهی معاندان اسلام است. به هر صورت بچه های ما چندان با زیبایی های اسلام آشنا نیستند و جای آن دارد که هم خودمان بدانیم دینمان چقدر زیباست و هم این زیبایی رو بتوانیم به نسل بعد منتقل کنیم. هر شب کوشش شد که یکی از مفاهیم اصلی اسلامی رو مورد کاوش و جستجو قرار بدیم و گوشه ای از جمال و زیبایی های اون رو با همدیگر مرور کنیم. از خدا شروع کردیم، به تناسب، به بحث انفاق رسیدیم، از زیبایی های سیره نبوی گفتیم و از زیبایی های اخلاق اسلامی سخن به میان آوردیم و امشب قرار است از زیبایی های سیره علوی بحث بکنیم. لذا همه جوانب هم تو یک جلسه کوتاه نمیتوان ذکر کرد، صرفا نمونه هایی میشود داد که خودمان اگر فرصت کردیم اون نمونه ها رو دنبال کنیم و با گردن افراشته مسلمان شرمنده نباشیم، از دینمان و از مذهبمان شرمنده نباشیم. بدانیم که این دین جای افتخار و جای عزت دارد اگر اون رو درست بشناسیم. بحثی مقدماتی خواهم داشت و بعد چند نمونه رو به تناسب وقت عرضه خواهم کرد. امیدوارم فرصت برای همه موارد بشود. بحثم رو با کلام رسول الله آغاز میکنم. مطابق جمله بسیار مشهوری پیامبر فرمودند انا مدینة العلم و علیون بابها، من شهر علمم، شهر دانشم و علی دروازه آن است، در آن است. بیشک همه ما، اونها بخشی از ما به مدینه النبی مشرف شدند،
یا به مسجد الحرام مشرف شدند. مسجد الحرام درهای متعدد دارد، هر کدام از این درها اسمی دارد. این اسمها برخیش به نام اسمای حسنای خداوند است، برخی از این درها به نام صحابه نامیده شده است. نوعا ما دوست داریم از اون دری وارد بشویم که نام علی ابن ابی طالب بر آن نوشته شده است. در مدینه مسجد النبی هم هاکذا. این بحثی است نمادین اما معنای فراوان دارد. مدینه پیامبر یا تعالیم پیامبر حداقل دو دروازه دارد. گروهی از مسلمانان که اکثریت اون هم هستند، اینها دروازه را انتخاب کردند که میتوان اون را دروازه صحابه و خلفا نام گذاشت. اونها روایت صحابه غیر اهل بیت را از پیامبر پذیرفتند و با اون دینشان را به جا می آورند. گروه دیگری که ما باشیم، آمده ایم روایت اهل بیت پیامبر را پذیرفته ایم و از این در وارد مدینه النبی می شویم. هر دو گروه مسلمانند، در اسلام هیچ کدامشون هم تردید نیست، چرا که هر دو گروه به خدا و رسول و قرآن باور دارند. بحث ما در نفی دیگران نیست. قرار است در این شب یک بار هویت خودمان را مرور کنیم، به جای این که بخواهیم بگوییم تو مسلمان نیستی یا اسلام من بهتر است، به این کار نداریم. میخواهیم بگوییم ما چه میگوییم و چرا نام خود را شیعه علی نهاده ایم، چرا این شبها این مقدار امام علی را بزرگ میداریم. مرور کنیم تا به این راز بیشتر پی ببریم. پس باب صحابه، باب اهل بیت. اولین انسانی که ایمان آورد یک زن بود، خدیجه کبرا. میدانید دارایی خدیجه برای ترویج اسلام بیشترین کمک را کرد. این شبها میباید یاد او هم گرامی بداریم و بانوان ما بدانند که اگر یاری این زن نمی بود، این بانوی اول اسلام نمی بود، فی الواقع این امکان به این گستردگی فراهم نمی شد. اما نخستین مرد مسلمان علی بود و از فضائل علی، از اسبقیت او در اسلام شروع می کنیم. این ملاک نکته بسیار ارزنده است. قبل از همه مسلمان شد، زمانی که کودک بود و 10 ساله. دومین فضیلت علی، که این فضیلت بسیار بسیار مهم است، علی دست پرورده دامان پیامبر است. یعنی اگر در بین صحابه کسی را بخواهیم پیدا کنیم که از کوچکی پیامبر بزرگش کرده باشد و آنچنان که او میخواسته است تربیت شده باشد و تعلیم یافته باشد، یک نفر بیشتر نیست و او علی ابن ابی طالب است. اگر بخواهیم در میان همه صحابه کسی را پیدا کنیم که بیشترین توانایی و دانایی را به سنت رسول الله، به دین پیامبر داشته باشد، بدون هیچ تعارفی علی ابن ابی طالب است. اگر ما این روایت را انتخاب کردیم، یک دوستی ساده نبوده است. اجداد ما اتفاقی شیعه نشدند، حساب کرده آمدند جلو، گشتند، گفتند میان اینها کدامشان بهتر پیامبر را میشناسد، کدامشان بهتر قرآن را میشناسد، و یافتند علی بهتر از همه سنت رسول الله و قرآن کریم را میشناسد و مطمئن ترین راه برای رسیدن به مدینه النبی است. لذا اگر بگوییم علی داناترین صحابه به سنت رسول الله است، گزاف نگفته ایم. و همین نکته کفایت میکند چرا روایت او صحیح ترین روایات است از اسلام. مرادم این نیست دیگران صحیح نمیگویند، اونها هم هر گونه با اخلاص که عبادت میکنند خدا قبول کند. ما به این دلیل، اجداد ما به این دلیل این راه را پذیرفتند. ابن سینا، فیلسوف بزرگ ایرانی، فیلسوف بزرگ ما، جمله ای دارد. او به صراحت نگفته است چه مذهبی دارد، اما این عبارت از اوست. گفته تک تک صحابه مانند ستاره های میمانند در آسمان،
اما من وقتی علی را شناختم، علی خورشیدی بود که نورش باعث می شد تو نور هیچ ستاره ای را نبینی. فکر می کنید روزها ستاره ها نیستند؟ اما نور خورشید اجازه دیدن هیچ ستاره ای را نمی دهد. وگرنه خلفا کم آدم هایی نبودند، اونها هم اهل عدالت بودند. ولی وقتی کنار علی قرار می گیرند، درخشش علی به گونه ایست که دیگه اونها از تابش باز می مانند. جمله ای از علامه طباطبایی است. علامه طباطبایی یکی از علمایی است که به گردن نسل من و شخص من حق دارد. این جمله در زندگی من تعیین کننده بوده. او با تحقیق سخن گفته، هیچ وقت تعارف نکرده، شعار نداده. قبل از نوشتن المیزان که یا بهترین تفسیر یا یکی از بهترین تفاسیر تاریخ اسلام است، نه فقط در قرن معاصر، یکی از بهترین یا بهترین تفاسیره که تاکنون نوشته شده است، قبل از او در روایات کار میکرده و کتاب قبل از المیزانش در روایاتی که سنت پیامبر رو گزارش میکرده توغل میکرده. این نتیجه تحقیقشه. میگه من همه روایاتی که از پیامبر رسیده است، عبارتی نکته ای از پیامبر را بازگو میکند، جمع‌آوری کردم از همه صحابه. و بعد روایاتی که علی ابن ابی طالب از پیامبر نقل کرده بود یک طرف گذاشتم، روایاتی که همه صحابه نقل کرده بودن طرف دیگری گذاشتم، در دو ترازو گذاشتم. دیدم کفه‌ای که روایات یک تنه علی ابن ابی طالب است از تمام روایات دیگر صحابه سنگین تر است، هم در کمیت هم در کیفیت. و کیفیت اینها به گونه است، یکی آمده خدمت پیغمبر میگه رنگ کفشش این بود، مدل مویش آن بود، رنگ لباسش چنین بود. این سطح دانشش بیش از این نبوده، اما علی بیش از همه از پیامبر پرسیده است. صفت سؤال بودن یعنی بسیار پرسشگر مال علی ابن ابی طالب است. یک عمر توانایی داشته در خانه و بیرون از خانه پیامبر رو پیدا کند و هر چه دل تنگش میخواد از پیامبر بپرسد و بنویسد و یادداشت بکند. اون شده میراث علی، این شده مصحف علی، و این مصحف بوده است که دست به دست در میان ائمه اهل بیت میگشته است. پس اگر میگوییم چرا علی را انتخاب کردیم، میگیم علی داناترین صحابه به تعالیم پیامبر اسلام است. تعلیم علی در محضر پیامبر مهمترین و برجسته‌ترین ویژگی علی ابن ابی طالب است. چرا که ما می‌خواهیم کسی را پیدا بکنیم که بیش از همه با جزئیات این سنت آشنا باشد. علی تعلیم یافته مکتب پیامبر است. دو حدیث انتخاب کردم، یکیش از شیعه یکیش از سنی، هر دو هم مستند. اولی چیزی نزدیک متواتر است، یعنی 25-6 حدیث مختلف با اسناد متفاوت این حدیث رو بردن در خصال صدوق و کافی کلینی، هر دو نفر جزء محدثین طراز اول ما. امام صادق نقل میکند که علم رسول الله صلوات الله علیه علیاً الف بابن که یفته من کل باب الف باب. پیامبر به علی هزار باب دانش را آموخت که از هر دری هزار در گشوده می شد، باز می شد. هزار عدد کسرت است، نه دقیقا بین 999001، یعنی هزاران باب، یعنی فراوان. امام فخر رازی یکی از بزرگترین مفسران عالم اسلام، اشعری است، اهل سنت است، از امام علی نقل می کند که علمنی رسول الله الف باب من العلم و استنبت من کل باب الف باب. پیامبر به من هزار باب علم را آموخت و من به شخصه هزار باب از هر بابش استنباط کردم. امام علی
غیر از این که داناترین صحابه به تعالیم پیامبر بود، صفات دیگری هم داشت. این صفات رو، صفات دسته دوم، از منظر شیعیان چون این صفاتی رو دارد، دیگران به عنوان افعل و تفضیل یا برترین ممکن است ایشان را نشناسند، در عین اینکه اونها هم قبول دارند که صاحب این صفات بوده، نه به عنوان شاخص ترین. اما ما باور داریم که علی ابن ابی طالب با نهایت شجاعت در راه اعتلای اسلام جانفشانی کرد. یوم المبیت، زمانی، شبی که امام علی در بستر پیامبر خوابید، شبی که قرار بود به پیامبر سوء قصد بکنند، چه کسی راضی است می شود که در بستری بخوابد که هر لحظه احتمال دارد شمشیری بر او فرود بیاید و بدون اینکه بدانند چه کسی در آن بستر خوابیده است، او رو به قتل بخواهند برسانند. و علی حاضر شد تو این بستر بخوابد. در تک تک جنگ هایی که برای اعتلای اسلام بود، علی پیشتاز بود. لذا اشجع، شجاعترین و ایثارگرترین صحابه پیامبر بود. از زاویه دیگری علی متقیترین، مهذبترین، مزکاترین، طاهرترین و مخلصترین صحابه پیامبر بود. یعنی همه صفاتی که دلالت بر پاکی روح می کند علی ابن ابی طالب داشت. علی شاخصترین محصول اسلام محمدی است صلوات الله علیه. او نمونه اعلای یک مسلمان است. تعلیم و تربیت پیامبر انسان کاملی را به نام علی به جامعه، به عالم تحویل داده است. او اسوه ماست. برای همین است که در برخی زیاراتمان می‌خوانیم السلام علیک یا میزان الاعمال. یعنی ما باور کرده ایم که علی میزان عمل صالح است. هر کسی که می‌خواهد نمازش را بسنجد، میگه نماز علی. روزش را بسنجد، روزه علی. عبادت، عبادت علی. جهاد، جهاد علی. ایثار، ایثار علی. زندگی، زندگی علی. و مرگ، مرگ علی. اینها یکی از آرزوهای ماست. تشیع یعنی چی؟ ما شیعه علی هستیم. از ما بپرسند شیعه علی یعنی چی؟ شیعه یعنی چی؟ خب چیزی که از کوچکی شنیده ایم، میگن یعنی اعتقاد به خلافت بلافصل رسول الله. بسیار خوب، این یک امر تاریخی است. حالا گذشته است. متاسفانه اکثریت مسلمان اون روز خطا کردند در شناخت خلیفه پیامبر و آن شد که شد. حالا دیگه باید دست روی دست بگذاریم یا نکته دیگری است. بیاد دارم اولین کسی که اشاره کرد که بحث خلافت سیاسی یک بحث تاریخی و یک بحث ثانوی است و یه نه بحث اصلی، هویت تشیع به این نیست، مرحوم استاد شهید مطهری بود. و اون نکته بسیار مهمی است. آن چیزی که ما را شیعه میکند بحث خلافت سیاسی علی نیست. این مسئله گذشته است، مربوط به 1400 سال قبل است. اثری هم داشته که اثر داشته، الان گذشته. نزاع ما الان بر سر امری که 2400 سال پیش اتفاق افتاده نیست، بحث امروز ماست. پس از قرآن که منبع اول معرفت دینی است، پس از سنت رسول الله که منبع دوم معرفت دینی است، ما شیعیان به منبع سوم معرفت دینی باور داریم و اون تعالیم ائمه اهل بیت است. اهل سنت به این سومی باور ندارند. لذا شیعه بودن، فصل ممیز شیعه بودن، باور داشتن به تعالیم ائمه به عنوان منبع سوم اسلام. اگر کسی این رو باور داشت، شیعه است. کسی این رو باور نداشت، شیعه نیست. حالا ولایت تکوینی را ائمه را قبول داشته باشد یا نداشته باشد، این از ضروریات تشیع یا ضروریات اسلام نیست. اما برای شیعه بودن، تو قبول داری که علی ابن ابی طالب و ائمه اهل بیت حق بیان جزئیات و تفصیل و تفسیر قرآن و سیره رسول الله را دارند؟
باور داری شیعه هستی، باور نداری شیعه نیستی. سیاست مهمترین مسئله نیست. آن چیزی که مهمتر است معارف دین است. بعضی اشتباه میکنند، همه چیز رو میخواد از زاویه سیاسی ببینه و اون وقت برایش هم مهمترین مسئله اینه که در سیاست 1400 سال پیش چه اتفاقی افتاده. اون مسئله مسئله اساسی نبوده. مسئله اساسی این است که آیا برادران و خواهران اهل سنت برای ترسیم کردن معارف دینیشان به روایات اهل بیت امثال علی ابن ابی طالب هم مراجعه می کنند، یا بیشتر از این که از علی ابن ابی طالب از پیامبر نقل کنند مثلا از عبدالله ابن عمر و ام المؤمنین عایشه و ابو هریره نقل می کنند؟ نزاع در این است. این که حالا چه کسی خلیفه بوده مسئله ثانوی می شود. لذا ممیزه اصلی تشیع این پذیرش منبع سوم بودن برای معارف دینی است. علاوه بر این که ائمه منبع معرفت دینی بودند، اسوه مؤمنان زیستن هم هستند. یعنی صرفاً برای ما بعد معرفتی ندارند. زندگی آنها هم زندگی است که بعد از پیامبر ما میتوانیم به آنها تأثیر کنیم. برای ما ملموستر اینه که برای بچه هامون وقتی میخوایم اونها رو با دینشون آشنا بکنیم از زیبایی های سیره علی برایشان میگوییم. میگوییم که او شبها وقتی خلیفه بود به در خانه مردم میرفت وقتی همه خواب بودن و برای اونها مایحتاج میگذاشت بدون اینکه بگوید چه کسی گذاشته است، و وقتی از دنیا رفت شهید شد فهمیدند او علی بوده است. یک دنیا زیبایی است از ده ها روایت برای ما مهمتر است. هر کدام ما با شنیدن این داستان ها عشق علی را از کودکی با خودمان در ما سرشته شده است و پذیرفته ایم که این انسان ها اولیاء ما هستند، ولی ما هستند، اسوه ما هستند. قرار است ما هم به راه اونها برویم. امام علی و دیگر ائمه اهل بیت بر اساس تعالیم مستقیم یا غیر مستقیم پیامبر، نسبت به علی ابن ابی طالب تعلیم مستقیم پیامبر، نسبت به دیگر ائمه به واسطه پدرشان، هر کدام از اینها از پدرشان کسب علم کردند تا برسد به شخص پیامبر. لذا اگر میگیم ائمه، اینها علمشان اکتساب از علم پیامبر است. خب پیامبر برای دیگران هم گفته، اما نکات و جزئیاتی که برای علی گفته است هیچ کسی همچون موقعیتی نداشته که نه از پیامبر بپرسد نه او بشنود و بنویسد، و لذاست که روایت اونها جامعتر از روایت دیگران از پیامبر است. خود پیامبر هم اشاره کرده که آنچه که علی میگوید نزدیکتر از همه به من است، چون بیش از همه از من کسب علم کرده است. به علاوه ما معتقدیم ائمه اهل بیت به خصوص علی ابن ابی طالب کارشناسان امین سنت پیامبر هستند. هم کارشناسند هم امانت دارند، یعنی در آنچه که از پیامبر شنیده اند خطا نکردند. در حالی که اهل سنت، مسلمانان اهل سنت همچو ادعای درباره صحابه ندارند که اونها در روایتشان از پیامبر خطایی صورت نگرفته، و به خصوص در کارشناسیشان اگر هم روایتشان یعنی چیزی که نقل میکنند صادقانه بوده است، اونجا که پای کارشناسی وسط میآید ادعای خطا نیست. مثالی میزنم، خب برخی امور در زمان پیامبر جایز بوده است، اما برخی خلفا به این نتیجه رسیدند که میباید اون رو تغییر بدهند. به خصوص خلیفه دوم برخی از نکات سنت پیامبر رو صلاح دانست، گفت من الان خلیفه مسلمین هستم و صلاح این است که اینگونه تغییر پیدا کند. مثلا آن رزق از بیت المال، حقوق از بیت المال رو به جای تساوی آمد بر اساس سبقت در اسلام، بر اساس حضور در جبهه و جهاد تقسیم کرد. این به شدت جغرافیای فرهنگی مسلمانان رو عوض کرد. یا اینکه گفت دو متعه بوده در زمان پیغمبر حلال بوده، من آنها را حرام میکنم. خب کسی نپرسید که تو شارع هستی میتوانی چنین بکنی یا نه،
لذا وقتی میگیم کارشناس امین، یعنی اگر علی ابن ابی طالب نکته را ذکر میکرد، میگه آقا ما هیچ نماز مستحبی رو پیامبر اجازه نداده به جماعت بخوانیم، میخواد تراویح باشد میخواد غیر تراویح، میگه نه خیلی با صفاست، میگه باشد نماز امر تعبدی است، باید پیامبر اجازه داده باشد، اجازه نداده. این نکاتی است که ذکر میکنیم. کارشناس امین کسی است که با ظرافتی که پیامبر شخصا تعلیم داده باشد آگاه باشد. این نکات اصلی تشیع است. فقط هم تو ریزکاری های فقهی نیست، بحث برمیگردد به بحث توحید، صفات خدا، این بحث عدالتی که من و شما بهش قائل هستیم. اگر خدا باید عادل باشد چه لوازمی دارد؟ اهل سنت که اشعری هستند و قائل به این صفت نیستند چه لوازم و نتایجی برش به بار می آورد؟ میخوام ذکر بکنم، توجه داشته باشید، پذیرش باب اهل بیت لوازم اعتقادی و لوازم فقهی متعددی دارد، در عین این که ما دیگر مسلمانان را هم نمیگوییم شما خارج از اسلام هستید، اونها هم حق دارند بگویند ما مسلمانیم همانند شما. مؤلفه های چهارگانه تشیع علوی، این میشه این چهار نکته حاصل زندگی تحصیلی من و زندگی تحقیقی من است. یعنی آن چیزی که یک کار مقایسه‌ای بین میراثی که امام علی و اهل بیت از پیامبر نقل کردند و دیگر صحابه از پیامبر نقل کردند و علوم اسلامی که تولید شده است بر اساس آن، چهار مؤلفه به عنوان شاخص‌ترین ویژگی‌های تعالیم علوی و اهل بیت قابل ذکر است. این فقط مربوط به فقه نیست، تمام علوم اسلامی رو شامل می شود. برای شما شاید شنیدنی باشد، ما فیلسوفانی داریم، حکیمانی داریم که از عبارات و تعالیم امام علی قواعد فلسفی و حکیمانه متعددی استخراج کردند. یکی از منابع حکمت متعالیه صدرالمتالهین شیرازی فرمایشات امام علی در نهج البلاغه و سخنان امام رضا و دیگر ائمه در حوزه اعتقادات است. یعنی گاه یک جمله اونها توانسته جرقه فلسفی برای اینها بزند. بی خود نبود که ابن سینا اینگونه در مقابل امام علی کرنش میکند. اونها قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری، اونها میفهمند که در اینها، در این نهج البلاغه و خطب توحیدی امام رضا و دیگر ائمه چه گوهرهایی نهفته. من و شما ممکنه صرفاً به ظواهر او توجه بکنیم، نه به اون نکات اصلی. علامه طباطبایی یک کتابچه دارد به نام علی و فلسفه الهی. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده. هانری کوربن، فیلسوف فرانسوی که یکی از هایدگر شناسان معاصر بوده، این تابستونها به ایران می آمد و به محضر علامه طباطبایی مشرف می شد و برخی از کسانی که سمت استادی من در فلسفه رو داشتند تو این جلسه بودن، حدود 10 نفر، و هنری کوربن سوالات فلسفی و حکمی و عرفانی خودش رو از علامه می پرسید. او فهمیده بود که توی این میراث نکات ارزنده است که بعد از شناختن هایدگر که یکی از بزرگترین فیلسوفان معاصر هست، در میراث اسلامی هم چیزی برای یاد گرفتن هست. این کتابچه علی و فلسفه الهی در پاسخ هنری کوربن نوشته شده و علامه طباطبایی آمده عباراتی از نهج البلاغه و دیگر کتب اسلامی که دلالت میکند بر توصیفاتی که علی ابن ابی طالب از خدا و صفات الهی کرده است، از قضا و قدر کرده است، از تقدیر کرده است، اینها رو آورده و شرح کوتاهی داده. و برای من و تو بسیار شنیدنی است. جلسه امشب گنجایش اینها رو ندارد، فقط اشاره کردم که بدانید فیلسوفانی هستند که جلو فلسفه علی لنگ می اندازند و اون وقت ادعا می کنند نهج البلاغه نمی تواند
در قرن اول نوشته شده باشد. این مطالبی داره که اصلا هم عرض دیگر مطالب مسلمانان نیست. این مسائل توش مطرح شده که مسئله اون دوران نبوده. علی جلوتر از دوران خود بوده است در قواعد فلسفی. لذا اولین نکته که انتخاب کردم عقلانیت است. چرا اکثر فلاسفه مسلمان شیعه هستند؟ از بعد از میرداماد همهشان شیعه هستند. قبل از او هم فلاسفه شیعه فلاسفه مهمی هستند. خب معلوم میشه یک نکاتی عقلانی در تعالیم اهل بیت هست که در دیگر ابعاد روایت‌های اسلامی وجود نداره. امام علی هر جا که امکان تعقل بوده است نهایت مواجهه عقلانی رو با دین داشته. مهمترین الگویی که برای ما در عقلانیت اسلامی وجود دارد شخص امام علی است. لذا سیمای عقلانی اسلام بیش از همه توسط ائمه اهل بیت و مشخصا امام علی ارائه شده است. نکته دوم، هر کدوم اینا شواهد متعدد دارد. نکته دوم، مؤلفه دوم روایت امام علی عارفانه ترین روایت از اسلام نبوی است. این هم از اهلش باید پرسید. سلسله های صوفی، سلسله های عرفانی که بهشون قطب دارن، تمام این سلسله ها به یک نفر میرسد، چه سنی چه شیعه. بسیار جالب است، یعنی حتی طرف صوفی سنی است اما در مسائل صوفیانه و عارفانه قطب اولش علی ابن ابی طالب است. در میان همه فرق صوفی فقط یک فرقه است به علی نمیرسد، همه فرقه های دیگه که اکثرشان سنی هستند میرسند، عرفانشان به عرفان علی میرسد. یعنی اونها هم پذیرفتن علی بیش از همه به باطن دیانت توجه داشته، بیش از همه به طریقت و حقیقت دین توجه داشته. بی خود نیست که بزرگانی از ما مثل ملا صدرا، مثل سید حیدر آملی و دیگران، مثل علامه طباطبایی، مثل آقا محمد رضا قمشه، اینا حکمای عرفای بزرگ ما بودن، در این معارف اهل بیت به خصوص معارف علوی این همه نکته عرفانی پیدا کردند. ما ظواهر رو میبینیم، اونها بواطن نورانی این کلمات رو مشاهده میکنن. نکته سوم، خب این رو هممون آشنا هستیم، عدالت. آن چیزی که باعث جنگ های سگانه در زمان علی شد، هیچ وقت از خودمون پرسیدیم 40 سال بعد از پیغمبر، سال 40، یعنی پیامبر در سال 11 هجری از دنیا، اول سال 11 هجری ماه دوم از دنیا رفتن، امام علی در سال 40 شهید شدن، یعنی چند سال؟ نزدیک 30 سال. در این 30 سال 4.5 سالش دوران ایشان است و 25 سالش دیگر خلفا خلافت کردن. یک جنگ داخلی نداریم، همش کشورگشایی است. و در زمان امام علی یک کشورگشایی نداریم، هر سه جنگ داخلی است. چرا؟ اگر وقتی آمدن سراغ علی ابن ابی طالب گفتن ما را هم در خلافت شریک کن، ما هم سهمی داشته باشیم، علی نگاه میکرد به کارشناسی اونها و به خلوص اونها، نمیپذیرفت، میگفت شما صلاحیت ندارید. حاضر نشد، علم جنگ رو برافراشتند. اگر عدالت علی نبود هرگز جنگ ها اتفاق نمی افتاد. ولی لذات الله، لوجه الله پذیرفت که بر مبنای الهی بیستد اما اصول رو رها نکند، کناری نزند. لذا این رو همه باور کردیم. علی در چه در عرصه‌های متافیزیکی که بحث صفات خداست، چه در عرصه‌های اجتماعی و شخصی، عدالت براش مهمترین ارزش بود. لذا اگر بگویم عادلانه ترین تفسیر از تفاسیر اسلامی از آن علی ابن ابی طالب است، به عنوان یک کارشناس اسلامی مبالغه نکردم. و نکته چهارم، تفسیر علی، بیان علی اخلاقی ترین تفسیر اسلامی است و این برای ما بسیار مهم است. یعنی صحنه هایی که در جنگ امور مختلف صدر اسلام برای ما روایت شده، این که عمرو بن عبدود اونجا مقابلش باشد،
آب دهن به صورت علی می اندازد و علی در حالی که در شرف به خاک مالیدن پشت دشمن است بلند می شود و این امکان رو به حریف می دهد که دوباره نبرد را آغاز بکند و بعد میگه چی شد؟ میگه تا کنون برای خدا می جنگیدم، الان مرا خشمگین کرد، اگر ضربه می زدم فقط برای خدا نبود. یک دنیا برای ما معنا دارد. اینا اخلاقی است که ما از علی بن ابی طالب آموختیم. یا میگه عمرو عاص داشت توسط در جنگ بود، شمشیر علی بالا رفته بود، پایین تنش رو بالا زد، علی حیا کرد، چشمش رو برگردوند، فرار کرد. میگن چه کردی؟ میگه دین من اجازه نداده بود به اون صحنه نگاه بکنم. اینا نکات ریز اخلاقی است که برای ما تو همه این موارد وجود داشته. حالا برو مثنوی بخوان ببین چقدر قشنگ یک یک اینها رو به شعر در آورده، یا دیگر متون ادبی ما. ادبیات ما آکنده از نکاتی است که همه مسحور اخلاق علوی هستند. این موازین اخلاقی میباید تو شیعیانش موج بزند. اگر ما امروز مسلمانان اخلاقی نیستیم، به هر میزان که نیستیم، یعنی از اهل بیت پیامبرمان دور هستیم. این چهار ویژگی رو به خاطر بسپارید: عقلانیت، عرفان، عدالت، اخلاق. ادعیه‌ای که از ائمه ما، ادعیه اصیلی هم که مونده، همین نکات رو دارند و هاکذا الاخر. یعنی شما یکی از ملاک هایی که برای فهمیدن اعتبار یک متن که آیا اینها قابل استناد به اهل بیت هست یا نه، میبینید آیا این نکات رو دارد یا ندارد. و من قبل از پرداختن به مثال ها بگم، ما به علی جفا کردیم، به امیرالمؤمنین جفا کردیم، به جای این که به محتوای این میراث متعالی بپردازیم، شیفته فضائل و کرامات او شده ایم. به جایی که منبرهامون پر از شرح و بست نهج البلاغه و دیگر خطب توحیدی و الهی و فقهی و اعتقادی و اخلاقی او و فرزندان کرامش باشد، همه شروع کردیم به مقداری کرامات متافیزیکی. انکارش نمی کنیم، اما اینها چقدر برای ما سازندگی دارد؟ سازندگی به اون میرا، به اون محتواست. و برخی علی را تا حد الوهیت بالا بردن. تو برخی مجالس نشستنش حرام است، چون به جای این که ذکر اهل بیت بکنن، دارن کلماتی شرکالود بر زبان میرانند، اما با دل خالص فکر میکند این بنده خدا را به عرش اعلی بردن هنر است. علی هرگز اجازه نداده چون این کارهایی کردن. غلو در حق اهل بیت جفا به اهل بیت است. این اولین جفا. دومین جفا این که گاهی وقتا سیاست رو اونقدر بالا میبرند که انگار مهمترین تعلیم اهل بیت یا مهمترین وجهه امام علی صرفا سیاست اوست، در حالی که علی عظمتهایی دارد که سیاست در مقابل او دست چندم است. جفای سوم این که گاهی ما میاییم میگیم علی پیشوای آزادگان، و برای این عبارتی که به کار میبریم صدها سند داریم که حالا یکی دوتاش رو من فقط امشب ارائه میکنم. و اون وقت میبینیم در جامعه ما کسانی به نام علی حکومت استبدادی و ولایت جائر رو تثبیت میکنن با خرج کردن از علی. و این چقدر دشوار است، این که تو به راه معاویه بروی اما نام علی را خرج بکنی. این جفای مسلم به علی بن ابی طالب است که حکومت او آزادترین حکومت بوده است، مخالفان در آن بیش از همه امکان انتقاد داشتند. اسنادش رو تو همین جلسه خواهم آورد. اون وقت مستبدانی بخواهند استبداد خودشون رو با تمسک با علی بخواهند توجیه بکنند. این نهایت کم لطفی است. و جفای چهارم این که گاهی وقتا ما اعمال جاهلانه خودمون رو به نام علی ثبت کنیم، به جای این که اون وقت از توی جمع مسلمانان وقتی بپرسیم شیعه یعنی چی، نکاتی بگویند که نه به عقلانیت نزدیک است، نه به عرفان نزدیک است، نه به عدالت نزدیک است، نه به اخلاق نزدیک است. کسانی که این گونه اعمال رو مرتکب می شوند
واقعا میباید از محضر علی خجالت بکشند که ما چه علی چقدر خوب است، اولیای ما چقدر خوب و زیبا و ما چقدر بد و زشت عمل کردیم. به هر حال علی اسوه جامع انسانیت و پیشوای آزادگان است. فقط برخی نویسندگان مسیحی درباره امام علی کتاب نوشتند و شیفته فضائل اخلاقی و آزادگی او شدند. فقط ما مسلمانان نیستیم، کسان دیگری هم در این زمینه نوشتند. در تعالیم امام علی شاخصهایی هست که کار را بر جفاکاران و جائلان دین بسیار سخت میکند. این شاخصها فی الواقع زیبایی های سیره علوی است. خود این زیبایی ها را اگر بخوایم فهرستش بگوییم چند جلسه طول میکشد. من صرفاً برای نمونه به چند نکته غالباً از نهج البلاغه اشاره میکنم به عنوان زیبایی های سیره امام علی. بحثم را با دو کلام بسیار کوتاه و بسیار پرمحتوا شروع میکنم. دو کلام جاودانه از امام علی، دومی از نهج البلاغه است، اولی در نهج البلاغه نیست، در کتاب های دیگر است. این عبارت اول داستانی دارد. اول توضیح بدم بعد داستانش هم بگم. الناس نیامون اذا ماتون تبهو، مردم خفتگانند. نیام از نوم می آید، مردم خفتگانند، وقتی بمیرند بیدار می شوند. چطور؟ یعنی ما زندگیمون همه در خواب می گذرد و بیداریمون زمانی است که دستمون از دنیا کوتاه شده. تازه می فهمیم اونا اون بیداری هم دست ما نیست، اختیاری نیست، اجباراً بیدار می شویم. همه بیدار می شوند، چشم مرده باز می شود، چیزی می بیند که در دنیا نخواسته است ببیند. این جمله را آن ماری شیمل رو سنگ قبرش نوشته. آن ماری شیمل کیه؟ یک بانوی اسلام شناس تراز اول بین المللی است. کتاب‌های متعددی در معرفی اسلام، به خصوص اسلام عرفانی نوشته است. بسیار از کتاب‌هاش به فارسی ترجمه شده. کتاب‌های قطوری است. اسلام شناس و عرفان شناس تراز اول است. اگر من سنگ قبرش رو خودم ندیده بودم باور نمی‌کردم. از میان همه عبارات عرفانی که در عمرش خوانده، این یکی را به عنوان سرمایه که بر سر قبرش نوشته شوند نوشته است که من بیدار شدم، مردم خفتگانند، وقتی مردن بیدار می شوند. بعد فکرش بکنید این چقدر معنا دارد. و ما الان خوابیم یا بیداریم؟ شب شب احیا است، باب افعال است، زنده نگاه داشتن است. قرار است امشب بیدار شویم و با اختیار و در بیداری خدا را بخوانیم. افسوس برخی میمیریم و هنوز خفته ایم. حالا اونجا چشم ما را، چشم خواب ما را اسرائیل باز میکند. بکوشیم قبل از اسرائیل خودمون را بیدار کنیم. سخن علی اشاره به اون واقعیت است. سخن دومی هم داستانی دارد. قیمت کل امرئن ما یحسنه، این تو نهج البلاغه است، تو حکم نهج البلاغه. قیمت هر انسانی آن چیزی است که او درست انجام میدهد. کاری که درست کمال و تمام انسان انجام میدهد بهای اوست. هر کدام ما بهایی داریم. بهای من، بهای تو کاری است که درست انجام میدهیم. سید رضی شارح نهج البلاغه به رقص آمده وقتی این رو، این جمله را خونده. میگه این کلمه قیمتی براش نمیشه تعیین کرد. ذیل این جمله تو نهج البلاغه نوشته، عبارت آوردم. و این کلام هیچ کلام دیگر او برابری نداره. یعنی قیمت ما، ارزش ما معادل کاری است که تمام و کمال درست انجام میدیم. حالا به خودمون برگردیم، من چه کاری رو درست انجام میدم؟ اصلا کاری رو درست انجام میدم؟ راست حسینیش اون چه کاریه که من درست انجام میدم؟ اگه کاری تو دنیا درست انجام میدم، قیمت من رو با اون کار مشخص میکنم.
خب من از معارف امام علی به همین دوتا اکتفا میکنم، بقیهش رو به بخشی اخلاقی سخن به فرمایشات ایشون میپردازم که به متناسب تناسب بیشتری با جلسات ما داره و سازندگی بیشتری هم داره. اول از همه چیزی میگم که نزدیک باشه، متعرض دو گروه هست، پیشوایان و معلمان. این شامل هر پدر و مادری هم میشه، شامل هر معلمی میشه، شامل هر پیشوایی هم میشه. من نسب نفسه للناس اماما، کسی که خودش را به عنوان پیشوا قرار میدهد. حالا ممکنه پیشوا توی یک کلاس باشد، ممکنه توی خانواده باشد، ممکنه توی جامعه باشد. فعلیه ان یبدع به تعلیم نفسی قبل تعلیم غیره، قبل از همه باید خودش رو تعلیم بده، به خودش باید یاد بده. قبل از این که بخوای به بچه هات یاد بدی، اول ببین به خود دینار یاد دادی، و اونم یک شاخص دارد. ول یکن تعدیبهو به سیرتهی قبل تعدیبهی به لسانه، با ارزشترین جمله این حدیث است. میباید تعدیبش به عملش قبل از تعدیبش به زبانش باشد. بچه های ما به زبان ما نگاه نمی کنند، بچه های ما به عمل ما توجه می کنند. تو هر چه می خواهی بگو، اون نگاه می کنه پدرم مادرم چه کرد نه چه گفت. تو کلاسم بنده هر چی بگم، رو منبرم نشستم هر چی بگم، میگه آقا واعظ غیر متعظ است، یه چیزی میگه اما یه چیز دیگری میکنه، وقت اون دیگه به حرف من توجه نمیکنه. اما اگر من یه کسی باشم مثل مرحوم آقای بهجت، مثل مرحوم آقای منتظری، میگن اینا همونی که میگفتن عمل میکردن، خب مردم قربونشون میرن. اما کسانی هم که عملشون با گفتشون یکسان نیست، مردم ترم براشون خورد نمیکنن. و معلم و نفسهی و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم، کسی که خودش رو قبل از همه تعلیم کرده، تأدیب کرده، این شایسته تعظیم بیشتری هست نسبت به کسی که وقت میگذاره به مردم داره تعلیم میده و تأدیب میکنه. این سفارش بسیار بسیار ارزنده ایه. من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس، کسی که بین خودش و خدایش را اصلاح کند، خدا بین او و مردم را اصلاح خواهد کرد. تو رابطه خودت را با خدا اصلاح بکن، خدا کار تو را با مردم درست میکند. نگران نباش مردم پشت سر چی میگن، اگر تو مخلصانه برای خدا کار کرده باشی، خدا مسائل مردم خودش برات درست میکند. و من اصلح امر آخرتهی اصلح الله له امر دنیا، کسی که امر آخرتش را اصلاح کرده باشد، خدا کار دنیایش را اصلاح خواهد کرد. تو قدمی برای آخرتت بردار، خدا دنیای تو را می سازد. اینا رو کسی داره میگه که خودش تجربه معنوی کرده، تجربه دینی کرده. ما باور داریم که خودش اهل این کارا بوده، لذا نمیاد شعار بده، واقعیت رو داره برای ما میگه. و من کان له من نفسهی واعظ کان علیه من الله حافظ، کسی که واعظی برای خودش دارد، خدا نگهدارشه. کسی که هر کاری که میخواد بکنه میسنجه درسته یا غلطه، خدای من در این زمینه چی گفته، خدا حفظش میکنه. این سن از سفارش ماندگار امام علی به پیروانش. این حدیث جزء تکان دهنده ترین احادیثی است که من به یاد دارم و امشب گذاشتم بخوانم که دوستان بیشتری میشنوند. همه ما دوست داریم که از دوستان پیامبرمان باشیم، همه ما تنمان میلرزد که از دشمنان پیامبر باشیم. حالا ببینید امام علی گفته کی دوست پیامبره کی دشمن پیامبره، لطفا این رو با دقت بیشتری توجه بفرماید. ان اول الناس بالانبیا اعلمهم بما جاؤوا به، نزدیکترین مردم به پیامبران، آگاه ترین آنها به میراث پیامبران هستند، مطلع ترینشان از کتاب پیغمبر، سنت پیامبر. سپس این آیه قرآن را تلاوت کرد که ان اول الناس به ابراهیم
للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا معه. یهودیان و نصارا و مسیحیان دعوا می‌کردن ما نزدیکتر به ابراهیم هستیم. قرآن بهشون میگه که ملاک نزدیکی به یک پیغمبر، ملاک نزدیکی به ابراهیم تبعیت از اوست. نه به زبان چیزی بگویید، عملتان چقدر به ابراهیم نزدیک است. و از میان همه ادیان این پیامبر اسلام است و کسانی که به او ایمان آورده اند بیش از همه به ابراهیم نزدیکترن، چون تبعیت او رو میکنه. حالا نکته اصلی این حدیث این است. امام علی میگوید شیعیان علی گوش کنید، ان ولی محمد من اطاع الله و ان بعدت لحمته. ولی محمد یعنی دوست محمد، دوست پیامبر اسلام، کسی است که خدا را اطاعت کند ولو گوشت و پوستش از او دور باشد، ولو سید نباشد، ولو از خانواده پیامبر نباشد، اما اگر اطاعت خدا کرد او دوست پیامبر است. دشمن پیامبر کیست؟ و این عدو محمد من اس الله و این قربت قرابته. و دشمن محمد کسی است که عصیان خدا بکند. عصیان خدا کردن یعنی معصیت کند، یعنی گناه کند. حالا اسمش عالم دین باشد، اسمش سید باشد، اسمش هرچه میخواهد باشد، اسمش شیعه علی باشد، ولیکن او عصیان خدا کرده است. چون این فردی دشمن پیامبر است. این رو کسی دارد میگوید که بیش از همه تعصب روی پیامبر دارد. میگه ملاک دوستی با پیامبر اسلام اطاعت از خداست، ملاک دشمنی با پیامبر اسلام معصیت خداست. میخواهد از خانواده او باشی یا نباشی، میخواهد از شیعه من باشی یا نباشی، اسمت هرچه میخواهد باشد. مگه خدا به برچسبای ما نگاه میکنه؟ خدا به این لیبلای من و تو نگاه میکنه؟ یا خدا به دلمون نگاه میکنه؟ اگر خدا به دلمون نگاه میکنه، عمل من ملاک است نه چیز دیگر. این جزء جاندارترین احادیث نهج البلاغه در متناسب با همچو اوقاتی است. روش، منش و رویه کریمانه اهل بیت، اینها جزء زیبایی های سیره علوی است. امام علی حقش رو خوردن یا نخوردند در صدر اسلام؟ چه کرد؟ جنگید؟ لشکرکشی کرد؟ خب، لنا حقون، ما حقی داریم، فین اعتینا، اگر این حق به ما داده شود فهوه، خیلی خوب، دستشون درد نکن، حق رو به حقدار رسوندن. و الا رکبنا اعجاز الابل و این تال الثرا، ما پشت شتر می نشینیم ولو شب دراز باشد. یعنی کاری به کار نداریم، ما برای گرفتن آن چیزی که ما را از آن محروم کردند نمی جنگیدیم و نجنگید. علی که برای حق الله کلمه‌ای، ذره‌ای، قدمی عقب نشینی نمی کرد، وقتی به حق خودش رسید 25 سال خار در چشم، استخوان در گلو خانه نشین شد. شیعه علی کسی است که اگر بحث شخصی باشد به راه علی می رود. نکته دیگری که از این حدیث می آموزیم، این رو سید رضی میگه این حدیث از لطیفترین و فصیح‌ترین سخنان علی ابن ابی طالب است. یعنی این که علی برای رسیدن به قدرت سیاسی از زور استفاده نکرد. زمانی به قدرت رسید که مردم خواستند، حق داشت، مردم نخواستند، نفهمیدند، خانه نشست. وقتی مردم فهمیدند آمدند سراغش، اون زمان پذیرفت. حالا برگردید به روش و منش ما، میگیم نه، ما قرار گذاشتیم مردم رو به بهشت ببریم، نمیفهمند، تو سرشون میزنیم، با زنجیر به بهشت میبریمشون. علی نمیتوانست همون سال اول همه کارو بکنه، بگه مردم نفهمیدن، احمقن، من به زور میارمشون جلو. نکرد، در خانه نشست تا به من و تو بیاموزد روش اهل بیت روش دیگری است. حالا امروزی اسمش میذارن دموکراسی، بگذارن، اما تا مردم نخواهند اهل بیت قدمی در حوزه عمومی بر نداشتند. این بسیار برای ما درس آموز است. و اون نکته که عرض کردم
که میگیم پیشوای آزادگان، این عبارت در نهج البلاغه است، حکمت 420 نهج البلاغه. اگر کسی دارد مراجعه کند تا خودش هم ببیند. در مسجد نشسته بودند، خانمی رد شد، صاحب جمال بود، افرادی که نشسته بودند اونجا چشمشان به آن زن افتاد. علی به اونها گفت هر کسی که تمایلی پیدا کرده است شب در خانه خود به همسرش مراجعه کند. یکی از خوارج که اونجا نشسته بود این جمله را گفت، بحث من تو اون نیست، این شاهد مثال است، میگه قاتله الله کافرا ما افقهه. به زبان امروزی یعنی مرگ بر خلیفه در حالی که کافر است. این خلیفه کافر مرگ بر او، چقدر خوب میفهمد، چقدر خوب دین رو میفهمد. این وقتی که تو خونه نشین بود نیستا، مال وقتی است که خلیفه مسلمین بوده. قاتله الله کافر، دو تا دشنام درشت دوشه، هم میگه مرگ بر او هم میگه کافر. خب کسی که یک مسلمان رو بگه کافر سزاش چیه؟ اونم تو شرایط. اصحاب دست بردن به شمشیر تا این بی ادب رو توی مسجد، مسجد کوفه ادب کنند. امام دستشون رو گرفت، رویدا سب کنید، انما هو سب به سب او عفو عن ذنب، دشنام داد، دشنام می پاسخ میگیرد، یا بزرگواری میکنیم از گناهش در میگذریم. عفو عن ذنب، عفو کردن از گناه. تا زبان علی در کام است، شمشیر امثال مالک در نیام است. کسی که میخواهد پا جای پای علی بگذارد، بگه من به روش علی حکومت میکنم، حق ندارد منتقد خود را به بند بکشد. آن که منتقد را به بند می کشد روش معاویه را پیاده می کند، نه روش علی ابن ابی طالب را. این انتقادم نبوده، توهین مسلم است. وقتی بیان بگیم آقا مرگ بر تو، کافری، کجاش انتقاده؟ علی می توانست مجازاتش بکنه، اما داره یک درس جاودانه میده. این زیبایی سیره علی است. میگه اینا مخالف من هستن، تاریخ سراغ ندارد کسی به خاطر مخالفت علی، توهین علی، جیره بیت المالش قطع شده باشد، تبعید شده باشد، به زندان افکنده شده باشد، کشته شده باشد. حالا بگردید در زمان ما ببینید کسانی که اسم علی رو یدک میکشند و کباده علوی بودن رو دنبال میکنند، این کارا رو کردند؟ اگر نکردند، اون وقت میباید ما برگردیم و بگوییم علی رو دوباره بشناسیم. برای همین هست ما احتجاج میکنیم به سیره علی که اونها هم یاد بگیرند تا بتوانیم انشاءالله جامعه بهتری داشته باشیم. یکی از ظرائف ادب علوی این بوده است، این سخن هم از نهج البلاغه است، میفرمان خالت الناس مخالطتن المتم معها بکو علیکم و این اشتم هنو الیکم، به گونه زندگی کنید که اگر مردید چون از دنیا رفتید مردم بر شما بگریند، و اگر زیستید زندگی کردید مردم به شما تمایل پیدا کنند، یعنی مردم شما رو دوست دارند، دوست داشته باشند. شیوه زیستنی محبوب مردم بودن، یعنی برای محبان اهل بیت مهم است که قضاوت مردم هم درباره آنها، در زندگی و مرگ آنها چگونه باشد. این دو حدیث بعدی هم هر دو درباره عفو است. امشب هم شب به در خانه خدا رفتن و تقاضای استغفار کردن و توبه کردن است. امام میفرمان انقدرت الا عدوک فجعل العفو عنه شکرا للقدرت علی، اگر بر دشمنت سیطره پیدا کردی، بخشش بر او را به عنوان شکر قدرت بر او قرار بده. یعنی وقتی قدرت پیدا کردی نخواه از او انتقام بگیری. انتقام گرفتن کار افراد عاجز است، بخشیدن کار افراد قوی است. مهم این است که ما قوت خود را در حوزه اخلاق نشان بدهیم، نه در زور بازو و مانند آن.
چهار صفت خوشبختان و آخرین عرض امشب من. میخواییم خوشبخت باشیم همه ما. میخواییم آخرتی نیکو داشته باشیم. از اماممان بیاموزیم که چگونه این صفات رو به ما آموزش داده است. خوشا به حال، توبا، یعنی خوشا به حاله. توبا لما ذکر المعاد، خوشا به حال کسی که یاد آخرت کند. یک شب از سال رو به خدایت اختصاص داده ای. این شب مهمترین و با فضیلت ترین کاری که در آن میتوان کرد تعلیم امور دینی است. از دعا کردن و نماز خواندن مهمتر است. شیخ صدوق این روایت رو ذکر کرده که با فضیلت ترین کار در شب قدر تعلیم امور دینی است، چون برای این دینمان قویم میشود. حالا آمدیم مکتب امیرالمؤمنین دارد به ما دینمان را میآموزد. خوشا به حال کسی که یاد معاد کند، بداند بازگشتی به سوی خدا دارد. عمل للحساب، کارش برای حساب کتاب آخرت آماده باشد. بداند که در محضر خدا قرار خواهد گرفت و خدا به زندگی اعمال او، کارنامه اعمال او رسیدگی خواهد کرد. و قنع بالکفاف، و قانع است به کفاف. یک کفاف داریم، یه رفاه داریم. کفاف یعنی سر به سر بودن زندگی و مخارج، مخارج و درآمدها. رفاه یعنی بیشتر بودن درآمد از هزینه ها. میگه خوشا به حال کسی که به کفاف قانع باشد. راستی من و تو به کفاف قانع هستیم یا رفاه مضاعف، رفاه مضاعف میطلبیم؟ به خودمان میتوانیم پاسخ بدهیم. و آخرین نکته، و رضا عن الله، خوشا به حال کسی که از خدا راضی باشد. رضایت از خدا. ما هرچه میخواهیم میگیم خدا به من کم داده. حالا نمیپرسیم اگر میداد و من منحرف میشدم، میداد و من از راه بدر میشدم خوب بود؟ از خدا راضی باشیم. امیرالمؤمنین در همچو شبی آخرین جمله‌ای که بر لب ران چه بود؟ فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه من فائز شدم، رستگار شدم. یعنی او چیزی هر چه میخواست از خدا به او رسیده بود و قسم خورد به خدای کعبه که من این توبا شامل حالم شد، من رستگاری شامل حالم شد. کاری کنیم که ما هم در این مسیر جزء رستگاران باشیم. زیبایی های سیره علوی رعایت اخلاق بود، اطاعت خدا بود، پرهیز از معصیت خدا بود. اهل بیت نیامدند دستگاهی مجزا از دستگاه پیامبر و قرآن و خدا تأسیس کنند. هرچه دارند همه تأکید بر سنت نبوی و کلام الله مجید است ولا غیر. خدایا به حق امشب به همه ما توفیق درک معارف دینت رو عنایت بفرما. خدایا تا ما را نبخشیده ای از دنیا مبر. خدایا استغفار و توبه ما را در این شب مبارک قبول بفرما. خدایا پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز. خدایا همه ذوی حقوق معلمان ما را ببخش و بیامرز. خدایا مریض داریم، همه مرضای ما را به حق این شب شفا عنایت بفرما. خدایا زندانی داریم، به حق این شب مبارک همه زندانیان بیگناه ما را از بند برهان. خدایا به ما توفیق عمل به فرائض دینمان را عنایت بفرما. خدایا تا ما را نبخشیده ای از دنیا مبر. به نبی و آله صلوات.